وزارت دفاع آمریکا پنتاگون ویدیوی حمله پهبادی به یک خانه مسکونی در شهر کابل را که جان 10 عضو یک خانواده را گرفت همگانی کرده است. نیویورک تایمز این ویدئو را از طریق شکایت علیه فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا به دست آورد و سپس آن را روز چهارشنبه 29 دی ماه در وبسایت خود منتشر کرده است. روزنامه گاردین به نقل از نیویورک تایمز گزارش داده که این ویدئو شامل 25 دقیقه فیلم از حمله پهپادهای آمریکایی به یک منزل مسکونی است که در آن حمله 9 عضو یک خانواده از جمله 7 کودک جان باختند. مقامات آمریکا در آن زمان اعلام کردند که عوامل داعش از این خانه قصد حمله دوباره به فرودگاه کابل را داشتند، اما اندکی بعد پنتاگون این حمله را اشتباه غم‌انگیز خواند. ویدیوی منتشر شده یک ماشین را نشان می‌دهد که در داخل یک منزل متوقف شده است و پس از حمله افرادی را نشان می‌دهد که در اطراف محل رویداد جمع شدند. گفتنی است این حمله سه روز پس از حمله سنی‌های تندروی داعش به کمپ باران در فرودگاه کابل انجام شد. آن زمان آمریکا اعلام کرد که یک مخفیگاه داعش را هدف قرار داده است، اما بعدها معلوم شد که داعشی در کار نبوده و جان باختگان اعضای یک خانواده از جمله 7 کودک بودند. در حمله سنی‌های تندروی داعش به فرودگاه کابل نزدیک به 200 غیر نظامی جان باخته و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند.